با جدیدترین های نظامی در حاشیه نیوز باشید. مقایسه قدرت و توانایی رزمی و تسلیحاتی بین ارتش و سپاه. مقایسه بین این دو نیرو وقتی صحیح است که این دو نیرو با هم دشمن باشند اما برادر و همکار یکدیگر هستند. ارتش و سپاه وظیفه حراست از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را دارند و بعضی وقتها باعث مشارکت این دو نیروی عزیز با هم میشویم و وظیفه هر دو دفاع از تمامیت ارضی و خاک میهن از هر نوع حمله احتمالی خارجی است. هر دوی این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و رؤسای همه آنها توسط رهبر ایران انتخاب می شوند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کار برنامه ریزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی را بر عهده دارد و به طور مستقیم در عملیاتهای نظامی شرکت نمی کند ولی جزء نیروهای مسلح محسوب می شود. به گفته جان ابی زید، فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، نیروهای مسلح ایران قوی ترین نیروها در منطقه خاورمیانه هستند. سپاه و ارتش مثل دو کفه ترازو هستند و برقراری تعادل میان این دو به هماهنگی های عملیاتی آنها کمک می کند. اما اگر یکی از کفه ها سنگین تر باشد، عملکرد هر دو در شرایط جنگی مختل خواهد شد. در حال حاضر مسئولیت های دفاعی و امنیتی بین سپاه و ارتش تفکیک شده و بر اساس شرایط و نوع مسئولیت های محوله هر کدام به نوبه خود قوی هستند. مثلا شما برای یک گروه مدافع از جنگ افزارهای دفاعی استفاده می کنید و برای یک گروه مهاجم از تسلیحات تهاجمی استفاده می کنید. پس نمی توانیم بگوییم یک گروه از گروه دیگر قوی تر است، بلکه هر دو گروه در زمینه تخصصی خودشان قدرت بالایی باید داشته باشند. سپاه ساختارش طوری است که عملیات برون مرزی انجام می دهد و ارتش عملیات برون مرزی تنها در حد نیروی سازمان ملل دارد. سپاه نیرویش برای جنگ نابرابر و نامتقارن آماده شده است و ارتش برای جنگ کلاسیک. در سپاه نیروی وظیفه آموزش کلی می‌بیند و تمام، در حالی که در ارتش نیرو آموزش تخصصی می‌بیند و در موقع جنگ ارتش نیروهایش را برای همان واحد فرا می‌خواند و هر نفر به کارش آشناست. ارتش جمهوری اسلامی ایران. ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی از نوع منظم حساب می شود که حدوداً دارای 420 هزار نفر پرسنل است. از این رو ارتش جمهوری اسلامی ایران خود از سه زیر مجموعه تشکیل می شود که به آنها قوای سگانه ارتش می گویند. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برآورد می شود حدود 350 هزار نفر پرسنل داشته باشد. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برآورد می شود حدود 52 هزار نفر پرسنل داشته باشد. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران برآورد می شود حدود 18 هزار پرسنل داشته باشد. سپاه پاسداران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود 125 هزار نفر پرسنل دارد و خود به 5 زیر مجموعه تقسیم می شود. نیروی زمینی سپاه پاسداران، نیروی هوایی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و سازمان بسیج مستضعفین. بسیج از مجموعه شبه نظامیان داوطلب تشکیل می شود و عضویت در آن در زمان جنگ اهمیت بیشتری دارد. تعداد افراد عضو بسیج به 23 میلیون نفر می رسد. در بخش نیروی هوایی مسلماً ارتش قوی تر خواهد بود، به دلیل ناوگان عظیم جنگنده و بالگردهای پیشرفته تری که نسبت به نیروی هوایی سپاه در اختیار دارد. اما در بخش پهپادی بین سپاه و ارتش برتری با سپاه است. سپاه پاسداران بزرگترین و پیشرفته ترین ناوگان پهپادی خاورمیانه را در اختیار دارد. دارا بودن انواع پهپاد شناسایی و رزمی و تنوع در مدل ها از نکات قوت سپاه است. در بخش سامانه های پدافندی برتری با ارتش است به خاطر دارا بودن سامانه های S200 و S300 و هاوک و غیره، رادارهای برد بلند قدرتمند که اطلاعات راداری هر دو نیرو با هم شیر می شوند. در بخش نیروی دریایی ارتش با داشتن انواع ناوشکن، زیر دریایی، هاورکرافت برتری چشمگیری نسبت به سپاه دارد، اما ناوگان قایق‌های تندروی سپاه قدرت خاصی در کنترل مرزهای آبی کشور ایجاد کرده است. در بخش موشکی که بدون تردید برتری با سپاه است، سپاه با داشتن انواع موشک برد بلند و کوتاه و متنوع قوی ترین قدرت موشکی خاورمیانه را به نام ایران ثبت کرده است.
در بخش نیروی زمینی قطعاً برتری با ارتش است، به خاطر آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای و ذات اصلی ارتش. ارتش یک نیروی کلاسیک و منسجم است که قدمت زیادی دارد و کارآزموده ترین نیروی کشور است. و همچنین لازم است به این نکته اشاره کنیم که در نگارش این مطلب اصلاً قصد ضعیف و یا قوی نشان دادن ارتش و سپاه نبود، چون هر کدام در جای خود انجام وظیفه می کنند و مأموریت خاص خود را دنبال می کنند، به خصوص بعد از جنگ که ستاد نیروهای مسلح با داشتن زمان کافی در برنامه ریزی و مأموریت های محوله آنان و با توجه به قابلیت های هر کدام از این دو سازمان شاهد وضعیت بهتری در سازمان رزم آنان هستیم. یک سوی نگاه کردن به ارتش و یا سپاه هیچ فایده ای که ندارد، بلکه ضرر بسیار زیادی برای آنها که وظیفه تأمین امنیت کشورمان را دارند خواهند داشت. 19 مهر ماه سال روز اجرای عملیات بزرگ فتح 1 در شمال عراق و با هدف انهدام تأسیسات نفتی شهر کرکوک عراق است که با فرماندهی و طراحی قرارگاه برون مرزی رمضان سپاه پاسداران در سال 1365 و با کمک کردهای مخالف رژیم بعث عراق از جمله حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق انجام شد. عملیات فتح 1 را میتوان یک عملیات مشترک نظامی میان ایران و کردهای مخالف رژیم بعث تلقی کرد، چرا که در این عملیات اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی کمک شایان توجهی به اجرای موفق عملیات داشت. فتح 1، عملیاتی در عمق 180 کیلومتری خاک عراق. نیمه دوم سال 1365 فصل نوینی در اقدامات قرارگاه رمضان بود و اجرای عملیات فتح 1 در 19 مهر 1365 که با همکاری جلال طالبانی و گروه تحت رهبری وی، یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق، در منطقه کرکوک انجام شد، نقطه آغاز یک تحول تازه به شمار می آمد. برقراری ارتباط جمهوری اسلامی با شخصیت‌ها و احزاب معارض رژیم بعث عراق مانند حزب اتحادیه میهنی کردستان، آیت الله حکیم و غیره، موجب افزایش اشراف اطلاعاتی قرارگاه رمضان در منطقه کردستان عراق و طراحی سلسله عملیات‌های فتح شد. این همکاری و ارتباط مشترک زمینه‌ساز ایجاد قرارگاه تاکتیکی در عمق خاک عراق و آن هم در منطقه ای که ارتش عراق آنجا را منطقه امن قلمداد می‌کرد و امکان حضور فرماندهان و مسئولان اطلاعات این قرارگاه و یگان‌های رزمی سپاه تا عمق 200 کیلومتری خاک عراق و مشاهده اهداف نظامی، تأسیسات گوناگون اقتصادی و پایگاه ارتش عراق، اعم از پایگاه‌های نیروی زمینی و نیروی هوایی، از نزدیک‌ترین فاصله و با چشم غیر مسلح فراهم شد. آغاز عملیات، نفوذ 200 تک‌هاور سپاه به عمق خاک عراق. این عملیات در 19 مهر ماه سال 65 آغاز شد و در آن حدود 200 رزمنده سپاهی و بسیجی از تیپ‌های 6 ویژه پاسداران و 66 نیروهای ویژه هوابرد به همراه نیروهایی از اتحادیه میهنی کردستان عراق شرکت کرده و این عملیات را مرحله به مرحله به اجرا درآوردند. نیروهای عمل کننده در محور اول این عملیات با نام محور بدر وظیفه انهدام تأسیسات نفتی موجود در کرکوک و بابا گورگور و دبس را بر عهده داشتند و نیروهای عمل کننده در محور خندق نیز به منظور انهدام تأسیسات جبلبور و جنبور وارد عمل شدند. عملیات فتح 1 با اجرای آتش سنگین رزمندگان ایرانی و شلیک بیش از 2000 گلوله مینی کاتیوشا و خمپاره 120 میلیمتر روی مواضع از پیش تعیین شده در تأسیسات نفتی، مراکز نظامی و همچنین پادگان نظامی منافقین و مرکز تقویت شنود و مرکز تشویش فرکانس‌های مخابراتی و مراکز امنیتی عراق در منطقه کرکوک آغاز شده و بیش از 3 ساعت به طول می‌انجامد و با صدور دستور بازگشت به نیروها برای استقرار در محل‌های امن از سوی قرارگاه رمضان، این عملیات در ساعت 5:30 روز 20 مهر سال 65 با وارد آوردن تلفات سنگین بر دشمن به پایان می‌رسد.